اما همونطور که پیشتر اشاره کردم به واکنش رسانه‌ها به اظهارات جان بولتون در امارات، این گزارش رو برای شما پخش خواهیم کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در امارات متحده عربی، گفت برای تخطی ایران از برجام دلیل دیگری جز رفتن به سوی ساخت بمب اتم قابل تصور نیست. آقای بولتون گفت بدون وجود نیروگاه‌های اتمی بیشتر، برنامه کنونی ایران برای انبار کردن بیشتر اورانیوم با خلوص پایین توجیهی ندارد. ایران محور گفتگوی مشاور امنیت ملی آمریکا با مقامات ابوظبی بوده است. علی جوامردی گزارش می‌دهد. سفر جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا به ابوظبی تیتر اول خبرهای روز رسانه‌های عربی، به ویژه پس از سخنان پرزیدنت ترامپ در ژاپن که از مذاکره با ایران سخن گفته بود. این نکته مورد توجه رسانه‌های عربی قرار گرفته که در صحبت‌های آقای بولتون خبری از مذاکره با ایران نبود. روزنامه العرب نوشته هدف دیدار جان بولتون از امارات هماهنگی با ابوظبی برای بررسی مسائل امنیتی و تحولات منطقه در خصوص ایران است. به گفته جان بولتون، نفتکش‌های بندر فجیره با مین‌های ایرانی تخریب شدند و دولت آمریکا بسیار جدی است در مقابله با تهدیدهای ایران. به عقیده من، آمریکا و همپیمانانش در منطقه فقط در صورتی علیه ایران اقدام نظامی می کنند که جمهوری اسلامی نیز تهدیدات نظامیش را عملی کند. در این صورت اقدام نظامی علیه ایران نیاز به اجازه کنگره ندارد و به احتمال زیاد جنگی از این منطقه را در بر خواهد گرفت. تهدیدات ایران موضوع جدیدی نیست و اثبات کننده وضعیت بحرانی ایران و تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکا است. هدف ایران از این تهدیدات هم انتقال بحران داخل کشور به خارج است. در این میان میدلیست آنلاین نوشته جان بولتون ضمن ابراز نگرانی از بکارگیری شبه نظامیان شیعه توسط قاسم سلیمانی و سپاه قدس، تأکید کرده که سپاه قدس مسئول هر گونه حمله ای است که از طرف این شبه نظامیان در عراق صورت بگیرد. و روزنامه العین اماراتی در این باره نوشته آمریکا گفتگوهای فشرده ای را با همپیمانان منطقه‌ای خود شروع کرده و مسئولیت پاسخگویی به هر گونه حمله احتمالی را بر عهده گرفته که توسط رژیم ایران به همپیمانان واشنگتن انجام بگیرد. همزمان با سفر جان بولتون به ابوظبی، امروز جرد کوشنر مشاور پرزیدنت ترامپ هم وارد عمان شد و با ملک عبدالله پادشاه اردن دیدار و گفتگو کرد. به گفته کارشناسان منطقه، تلاش‌های آمریکا برای فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران کماکان ادامه دارد. علی جوانمردی، صدای آمریکا.